بچه کار نیونوکس، خیلی خوش اومدیم به یه ریاکشن دیگه. امروز اومدیم ریاکت کنیم به موزیک جدید هیپاپولوژیست به اسم بتمن و این ترک هم یکی از ترک های آلبوم کپسول هستش که شما برای من خیلی اینو نوشته بودید و منم ترجیح دارم اونی که شما خیلی بیشتر دوست دارین بهش ریاکشن برم. و از اونجایی که بیشتر آرتیست ها تا الان اکثر موزیک های اعتراضی دادن و ربط به انقلاب داره، یه خورده من دو به شکم که نمیدونم این آلبوم یا این موزیکی که اصلا شما انتخاب کردین به اسم بتمن از هیپاپولوژیست چی میتونه باشه؟ اصلا در مورد چه موضوعیه؟ میتونه اعتراضی باشه، ممکنه در مورد انقلاب باشه، یا اصلا چیز دیگه ای باشه، یا اصلا کلا هیچ ربطی نداره. و چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه هیپاپولوژیست خودش توی ایران هستش. اینکه بیاد یک موزیک یا ترک اعتراضی بده ممکنه یه خورده به خطر بندازه زندگیشو. اینه که اصلا هیچ نظری ندارم تا اینکه وارد موزیک بشیم، با هم دیگه گوش بدیم و ببینیم چی میتونه باشه. بچه‌ها جدیدن با چنل من آشنا شدین، خیلی خوش اومدین به چنل خودتون. اینستای من این پایین میاد، دو تا اینستا دارم، کارنینا و کاریبانو. حالا چرا کاریبانو؟ کاریبانو قراره یه چنل جدید باشه که هیچ ربطی به ریاکشن به موزیک نداره. ریاکشن به موزیک همش سر جاشه، ولی یه چنل دیگه است به اسم کاریبانو که اگه اینستای کاریبانو رو داشته باشید، در مورد اون چنل کاریبانو چند روز آینده براتون توضیحاتش رو داخل اینستام حتما براتون میدم. از اونم فالو داشته باشید، در جمع باشید. چقدر خوشتون اومد. به هر حال بچه‌ها من این کارو دارم میکنم به خاطر اینکه این روزا خیلی روحیه هامون داغونه و اینکه مردم مخصوصا تو ایران هستن. این اتفاقات باعث شده که خیلی روح و روانمون تاثیر بذاره. من سعی میکنم با یک سری از ویدیوهایی که حتی پیشنهاد بچه‌ها بوده، یک ویدیویی بسازم که هم درخور باشه، درخور این روزامون باشه و اینکه یک خورده از اون حال و هوا شما رو در بیاره. چون ما برای اینکه به پیروزی برسیم قرار نیست بشینیم ماتم بگیریم، باید انرژی داشته باشیم، باید روحیه داشته باشیم. یکی از مسائل مهمی که ما رو به پیروزی میرسونه روحیه بالاست. پس انرژیاتون نیفته، بریم موزیک با هم دیگه گوش بدیم، لذت ببریم. آماده اید؟ Let's go. It's not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off. دل تو دلم نیست ببینم که این اعتراضیه یا نه. بچه من تو چنلم از هیپاپولوژیست خیلی کم ریاکت رفتم، اونم عمدی نبوده. واقعا اون دوران که من اومدم ریاکشن شروع کردم، انقدر موزیکای عقب افتاده داشتم و کلی موزیکای جدید همه داشتم پشت سر هم میدادم، نمیدونستم که به کدومش برسم. واقعا خیلی سخت بود. تازه اوایلم هستش که شما بلد نیستی، تازه آشنا شدی با کار یوتیوب و اینکه خیلی سخت میشه. رو این حساب فکر نکنید که حالا قصد و غرضی داشته. بریم موزیک گوش بدیم فعلا، بگذاریم از این حرفا. Let's go. صدا کم عشقا، صدا رو زیاد کن عشقا. یا دکتر رفو رو بیت کگون. چه آوای مریضی داره میزنه، چقدر من عاشق اینام. اصلا خیلی تأثیر گذاره، نمیدونم رو شما تأثیر. من خیلی دوست دارم یه حال و هوای خاصی، مخصوصا چقدرم به این روزا میخوره. وای نکنی که، ای وای من، تو ایرانه. رو بیت کگون قوی بمون، جامعه ضعیف میخواد تو رو به طلب عریف، اینو با هیپ هاپ مخالفن، به اسکینی گنگ میگن نحیف. قوی بمون همه جا پر به اسکی میگن نحیف، یعنی از یه چیزی اسکی بری میگن نحیفه یا ضعیفه. عریف اینو با هیپ هاپ مخالفن، به اسکینی گنگ میگن نحیف. قوی بمون همه جا پر لاشخوره، تو هنو ماسی داشه داشخوره. مسخرم میکنی موهاتو باد برد، ولی نمیدونی چی دارم داشبورد. فکر میکنی یه دونه دارم پاسپورت قلابی هزار تا واسم آب خورد. مجبورم ایران بمونم واس مادرم، ولی نمیخوام رپ کنم با سانسور. من که جوابمو گرفتم، امیدوارم شما جوابتونو گرفته باشین. این که میخواد بمونه ایران به خاطر مادرشه. آره بچه ها من میتونم درکش کنم، واقعا سخته. اصلا به نظر من هیچ عشقی بالاتر از عشق مادر نیست واقعا. و اینکه بخواد ازش محافظت کنه و دلیل اینکه تا الان خیلی اونجوری اعتراضی نداده یا خیلی استوری و یا چه میدونم چیزای اعتراضی نذاشته، دلیل بر این نیست که پشت مردمش نبوده. حالا اینجا خودش هم داره میگه، قشنگ جواب منو یه جورایی داد که این ایرانه و همیشه برای من سوال بود. یه تای دلم یه ناراحتی از یه سری آرتیستا داشتم و اینکه هیپاپولوژیستم یکی از اونا بود که خب چرا مثلا این چرا استوری نمیذاره. اما دیگه اصلا نمیخوام کسی رو قضاوت کنم. هیچ کدوم از ما جای همدیگه نیستیم بدون تو چه شرایطی هستیم. یه سری چیزا رو نمیتونیم برای همدیگه توضیح بدیم به دلایلی، به این خاطر نمیتونیم همدیگه رو قضاوت کنیم. اونم به خاطر مادرش بوده که میگه. عجب، خیلی خوب اشاره کرد، یعنی قشنگ تمام سوالای ذهن منو کامل از بین برد. پاسپورت قلابی هزار تا واسم آب خورد. مجبورم ایران بمونم واس مادرم، ولی نمیخوام رپ کنم با سانسور. قوی بمون آدم ولی نمیخوام رپ کنم با سانسور. قوی بمون. دمت گرم. وای
نگو که میخوای اعتراضی بگی. واسم آب خورد مجبورم ایران بمونم واس مادرم، ولی نمیخوام رپ کنم با سانسور قوی بمون. آدم ضعیف از به رپم پشت بوم دماغم برفه، تو نخو واسه ما بکشی کد پرداخت کردیم اومده قبضه قوی بمون. با آخرین سرعت دمی شامی باش واسه دخترت، خشم تو تبدیل به کلمه کن بمونه یک یک صفر پشت سرت اونا تو یو اس. وای یک یک صفر پشت سرت بمونه، میگه یک یک صفر اشاره میکنه به 110 اشتباه نکنم. واسه دخترت خشم تو تبدیل به کلمه کن بمونه یک یک صفر پشت سرت اونا تو یو اس بهش میگن 12 گنگای ایران بهش میگن یک یک صفر میگن داشی میخوندن اینت که زشته ببینی شده اشقله رپو میگن باش بیا بچه ها چه بیت مریض خفنی داره میگن داشی میخوندن اینت که زشته ببینی شده اشقله رپو میگن باش بیا لو هم همو میدن با 70 کیلو رسیدم به سرد نگو گنده اونا منو دیدن میشناسن هم پای تخت خطر چه سر صدایی داره رد میشه نمیدونم احساس میکنم یه سریشو با دهن دارن در میارن با 70 کیلو رسیدم به سرد نگو گنده اونا منو دیدن میشناسن هم پای تخت خطر از تو دختر گود نیست ولی میگه علف یه جورایی به اشاره به پای تخت میکنه. بریم عقب من یه لحظه حواسم به بیت رفت حرد شدم از خود تکس اشقله رپو میگن باش بیا لو هم همو میدن با 70 کیلو رسیدم به سرد نگو گنده اونا منو دیدن میشناسن هم پای تخت خطر از تو دختر گود نیست ولی یه جورایی داره مثل پای تخت. خب پای تخت این بچه شماله بچه ها تا اونجایی که من میدونم و اینکه پایتخت آره دیگه اکثرشون هم شمالی بودن به هر حال یه جوری داری میگه که مثلا منو به اندازه اون که اونقدر ترند شد و همه میشناسن همه منو میشناسن حالا هر جای دنیا یا هر جای ایران دم سرد نگو گنده اونا منو دیدن میشناسن هم پای تخت خطر از تو دختر گود نیست ولی میگه علف کو لندن بهش میگه بدبی اینجا بهشون میگیم پرستو فرق داری نگو رو خونی با اینجا بهشون اونا میگن بدبی اینجا ولی ما بهشون میگیم پرستو. اونایی که پرستوهایی که دیدین دیگه زن و مرد هم نداره، یه جا لخت میشن بی حجاب میشن، یه جا چادر سر میگیرن، یه جا میرن توی استادیوم مثلا قطر، یه جا میان توی ایران میان اصلا یه چیزای دیگه میگن، کلا همه جا میرن همه مدل. بر اونها هیچ اشکالی نداره ها، اینا پرستوان، اگر لخت بشن هم هیچ اشکالی نداره. گلف کو لندن بهش میگه بدبی اینجا بهشون میگیم پرستو فرق داری نه گروه خونی با گروه موجه اگه مجاسه نمیخوام توتونا رپرهای یوکی بهش میگم مندم وقتی غروب جمع میشیم لای ستونا میذارم تو جیب میگیرن تو دست بچت مال تونی مال کوچه از ایران با تبکر ادبی حتی تو محدود تبکر نه بابا این یه جورایی انگیزشیه ولی فکر نمی کنم دیس باشه. یه جورایی هم در مورد این که حالا چرا سر و صدایی نداشته خودش که گفتش کلن داره از همه جا میزنه دیگه برداشت آزاد چی گفت؟ نمیخوام توتونا رپرهای یوکی بهش میگم مندم وقتی غروب جمع میشیم لای ستونا میذارم تو جیب میگیرن تو دست بچت مال تونی مال کوچه از ایران با تبکر ادبی ایران؟ واسه تبهکاره اون تبهکار یا این تبهکار بنویس واسم داداش میذارم تو جیب میگیرن تو دست بچت مال تونی مال کوچه از ایران واسه تبهکار ادبی حتی تو محدودیتم خونه از قوی بمون ضعیف و میشن تومه یه سیلی باش توی صورت گنده چیزی که بهشون نمیدی فرده چیزی که اونا میکنن هم تخمه قوی بمون اگه حقت باشی قوی بمون چون حقت داشی بزن حرف حق و بدون پا قشنگ انگیزشیه داره بهت میگه قوی باش چون حقته تو داری حقتو پس میگیر کار خلاف نمیکنی که داشی قوی بمون تخمه قوی بمون اگه حقت باشی قوی بمون چون حقت داشی بزن حرف حق و بدون پا چی زیاد از حدم میگن تو ماچی قوی بمون تو با تو ماچ تو ماچی یعنی حرف زیادی هم بزنی خب زیادی تو ماچ یعنی زیادی حرف زدن یه لحظه فکر کردم داره میزنه به تو ماچ حقت داشی بزن حرف حق و بدون بازی زیاد از حدم میگن تو ماچی قوی بمونه تو باختی تو فایت یه روزی میبری نمیخوای گاید قسم خوردم واسه نجات آدم و الان میچرخه دورم رد لایت قوی بمون اینو میفهمن قوی و توفان جو که واسه پسر دریا منم یه روزی میمیرم هرچی ولی این چغالا میمیره ریا قوی بمون قدرت خودش درای پنز ریا وریا نمیدونم احساس کردم اسم برد میچرخه دورم رد لایت قوی بمو اینو میفهمن قوی و توفان جو که واسه پسر دریا منم یه روزی میمیرم هرچی پسر دریا خب خودشو میگه بچه شماله قوی بمو اینو میفهمن قوی و توفان جو که واسه پسر دریا منم یه روزی میمیرم هرچی ولی این چغالا میمیره ریا قوی بمو قدرت خودش دراگ پنز و دراگ بد بده قدرت قوی بمو اونا که بد میگم بلادی فرق نره برشون زنده و مرده قوی بمو این آدمو بی رحم متولد اوه
میگه اگه اینا برمیگردم، که شاید هم داره همین حکومتیار میگه، از مایی دارن بهت دروغ میگن، دارن خالی میبندن، گولت میزنن. که بهت میگم بلادی فرق نره برشون زنده و مرده، میگه فرقی نداره واسه زنده و مرده، پس یعنی مردمو نمیگه که بگن که مثلا تو از مایی، نه داره اون ارزشی ها رو میگه، میگه گول اینا رو نخور که میگن از مایی، اینا مرده و زندت براشون فرق. واقعا هم اینطوریه بچه‌ها. یه اشاره بکنم همینجا، خیلی مناسبه اینجاست، طرف صحبتم با جیره‌خورای این حکومته که میان مردمو میکشه، خبر نداری که پشت پرده چجوری الان دارن پرواز میکنن میرن، اونم به ونزوئلا. بابا جان یه جا اون پولی که داره میریزه تو جیبت الان داره اینو بهت میده که تو بری اون سنگر رو حفظ بکنی، اون پشتم اونا هر غلطی که دارن میکنن، تا کوچکترین خطری که اون خطر واقعیه رو که احساس کردن همه چی داره به هم میریزه جمع کنن برن. این تویی که میمونی، چرا به این فکر نمیکنین؟ من نمیفهمم اینو، یعنی یه ذره این تو مغزشون همش پهنه کاهه، یه ذره فکر کن بعد بیا کف خیابون تفنگتو بگیر سمت مردم آجی. منم یه روزی میمیرم هرچی، ولی این چغلو میمیره علی و قوی بمون، قدرت خودش دراگ پنز و دراگ بهت بده، قدرت قوی بمون، اونا که بهت میگم بلادی فرق نره برشون زنده و مرده، قوی بمون. این آدم ها بیرحم هم متولد دی سختر بهمن، میره اسنیچ میکنن دارم پک من چون متولد دی سختر از بهمن، به دی اشاره کرد به بهمن. بچه یه جورایی داره هم اعتراضیه میتونم بگم، ولی بیشتر انگیزشیه، یه کوچولو ریز داره میزنه، چون تو ایرانم هست. نمیدونم آیا ترکای بعدیش هم مثل همین بتمن هستش. منظورم که یه جورایی اشاره داره میزنه، یه جورایی داره در مورد همین انقلاب بهت امید میده و انگیزه میده برای اینکه بتونی حق خواهی کنی، حق تو بگیری، ولی خیلی سیکرت داره این کارو میکنه. خب به هر حال یه جورایی هم اومده هوای مادره رو داشته، عزیزشو داشته، هم یه جورایی صدای مردم بوده و پشت مردم. قشنگ بود. قوی به موی آدمو بی رحمم، متولد دی سختره بهمن، میره اسنیچ میکنن دارم پک من چون ترجیح دادم بمونم بعد من. میگم با سستوری میذاشتی حتما، آنتی سوشالم من. میگه با سستوری میذاشتی حتما، اما میتونی یه جوری دیگه مردم تو حمایت کنی. موافقم. من دارم پک من چون ترجیح دادم بمونم بد من. میگم با سستوری میذاشتی حتما، آنتی سوشالم، مخفیم بتمن، گندم دی ان ای. من مخفیم بتمن. بمونم بعد من. میگم با سستوری میذاشتی حتما، آنتی سوشالم، مخفیم بدبن، گندم دی ان ای، نمیخوام قد من، کلی آدمو شفا داده مد من، خاکی بودنم صدمه دیدم، وگرنه باهاتم وسط میهن تو گرمای جنوب، گفتم به کاگان یه روزی شرم. یه جورایی هم داره میگه که از خاکی بودنم هم صدمه دیدم، یه جورایی هم از مردم خودم خوردم، ضربه خوردم، ولی به هر حال بازم پشت مردمش، حالا هر جوری که تونسته. بودنم صدمه دیدم، وگرنه باهاتم وسط میهن تو گرمای جنوب، گفتم به کاگان یه روزی شرم ثمره میدن. قوی بمون چون آدما ضعیفن، ولی روخ قوی میگیرن جلوت، مثل من بود شکم باش، ولی که نزا کسی ازت بسازی یه بود، قوی بمون کنارتم برو. آفرین اینو باهاش موافقم، دمش گرم، اینو خوب اومد خدا وکیل، فکت و لفظ فوق العاده سنگین و به جایی بود، فکر کنید در موردش. کاگان یه روزی شرم ثمره میدن، قوی بمون چون آدما ضعیفن، ولی روخ قوی میگیرن جلوت، مثل من بود شکم باش، ولی که نزا کسی ازت بسازی یه بود، قوی بمون کنارتم برو، ولی خودت بمون واسه خودت یه گود، منم تو کلینیک سرم کلینیک کنارتم. کلینیک بچه ها بکنم که یا پزشکی اون خونه، یا فکر میکنم شغلش تو همین مایه هاست و اینکه تو کلینیک کار میکنه ربط به کلینیک، یه جایی چی گفت کلینیک، تو کلینیک شد اصلا. بمون کنارتم برو، ولی خودت بمون واسه خودت یه گود، منم تو کلینیک سرم کلینیک کنار. شاید هم میخواد بگه منم سرم تو کلینیک، تو کلینیک من کنارتم، یه جورایی شاید میخواد بگه که شاید سیکرت داره میگه اگر که نمیام استوری بذارم، حداقل تو کلینیک از بچه‌ای که زخمی شدن حمایت میکنم یا کمکشون میکنم، نمیدونم، این برداشت منه. ولی روخ قوی میگیرن جلوت، مثل من بود شکم باش، ولی که نزا کسی ازت بسازی یه بود، قوی بمون کنارتم برو، ولی خودت بمون واسه خودت یه گود، منم تو کلینیک سرم کلینیک کنارتم، نمیخوام باشم یه سوت، نمیخوام باشم یه صوت، یعنی فقط صدا نمیخوام باشم، من اونجا شاید میخوام بهت کمک کنم، غیر از این نمیتونم برداشت دیگه ای داشته باشم. ولی که نزا کسی ازت بسازی یه بود، قوی بمون کنارتم برو، ولی خودت بمون واسه خودت یه گود، منم تو کلینیک سرم کلینیک کنارتم، نمیخوام باشم یه صوت. و تمام. خب
بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودید، لذت بردید؟ اگه لایک کنی مطمئن میشم که لذت بردید. بچه چرا دستتون رو لایک نمیره؟ بابا یه فش، یه لمس، تاچ. خدا وکیلی این همه براتون انرژی میدم، این همه زحمت میکشم، این همه وقت میذارم، بچه ها لایک دیگه چیزی نیست خدا وکیلی. به هر حال چه لایک کنی چه نکنی، چه سابسکرایب کنی چه نکنی، چه کامنت بذاری چه نذاری، دوستتون دارم. ترک بعدی از هیپوپولوژیست رو برام بنویسید تا بهش ریاکشن بریم. مثل همیشه دوستتون میدارم. به سوی زن زندگی آزادی خدا.